عرض سلام، امیدوارم که جور و صحت سلامت باشین، صبح همیتون به خیر باشه. امروز هم آمدیم، البته به گزارش اول موارث مجاهدی در خدمتتان هستم. روی آبدات تاریخی میخوایم صحبت داشته باشیم و ما در یکی از جای آمدیم که در پشت سر تصویر شما دیدین، منار علم و جهل است. البته این منار تقریبا تاریخ بسیار زیادی داره که به 100 سال تاریخش تیر میشه که اینجا هست و در سالهای 1919 در زمان امان الله خان به خاطر اسواکر که البته بر زده حکومت آن وقت بلند شده بودن ساخته شده. و البته نگفتن امانم در این منار چون نتونستم در داخل برم، یک مشکلی که داشتیم متاسفانه کسی نامده بود که از این مسئولین تا ما بتونم داخل بیایم و مناره را که میبینین در اونجا از ما از اینجا منتها دیده میتونم که نامای مختلفی در اونجا نوشته است، نام ها است و همچنان تاریخ از این نوشته است که در کدام سال مثلا ایجور شده. من نتونستم نزدیک تر برم، از اون طرف تصویر میتونستم برات بگیرم، همکارم البته تصویر میگیره در اینجا. و همانند ما جای تاریخی دیگه هم داریم، مثل بالا حصار کابل هست، کوه توپ هست، در قیاب از اون موزیم ملی هست و همچنان جایی که موسیقی کلاسیک آغاز شد، کوچه خرابات و زیادتر جاهای دیگی هست که بناهای تاریخی است. اگر وقتش بود انشالله در گزارشات بعد ما حتما اونا را هم براتون به معرفی میگیریم. و در اینجا که آمدیم میبینین به شکلی که چهار اطرافش البته پنجره گرفته و تا که کسی نتونه به اون طرف تر بره تا یک کاری شوه که از طرف داخل باغ وحش کابل اینا داخل برن و از منار دیدن بکنن. خب اگر بگویم زیادتر کسا اینجا همه ساله میاین به دیدن، میخواین ببینن در اینجا، حتما یک سوالی در ذهنشان پیدا میشه، میگن که این منار از چه زمانی هست و به خاطر چی ساخته شده. یک دفعه اگر به تاریخ مرور بکنم، متاسفانه ما تاریخ ما قدر قوی نیست، در مکتب معمولا در تاریخ نمره کمتر داشتم. خب میایم کسی که در اینجا مثلا فکر کنم خودش کار پنچرمینی میکنه حتما متوجه میشه که اینجا زیادتر کسا میاین، ماشاءالله همین تازه تازه دکانه باز کرده، کار خودم میخواد شروع بکنه. باش ببینیمش که چی میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم، چی حال داری کوکو؟ بخیر. چند سال از اینجا سی کوکو جان؟ 20 سال میشه. 20 سال؟ بله. خو 20 سال از ماشاءالله. باز ای 20 سالی که اینجا هستی دی منار به دیدن منار یگان تا میان نمیان؟ آ مردم میان. عکس هم میگیرن؟ آ. از کجا میان زیادتر کسایی که اینجا میان؟ هر جای می از اطرافم می از خارج هم از هر جای می از کابل نظر جو می. کدام چیزی از این منار در یادت هست از زمانایی که مثلا دی 20 سالی که اینجا هستی؟ نه والا. هیچ؟ نه. کدام وقت خودت هم نرفتی که یک ببینی؟ نه. هیچ عکس هم نگرفتی دی اینجا؟ نه. مردم عکس میگیرن ما نگرفتیم. باز دوست نداری که به اینجا عکس بگیری، از این منظره زیبا و از این مناره که در اینجا از دیدن بکنی؟ ما مصروف کار هستیم. در 20 سال هیچ فرصت نشد؟ نه. یعنی خب ماشاءالله. حتما دیگه پیسه چی میگنش؟ یکان موتر و یکان خانه مانه را کشیدی؟ نه، مقصد روزگار هست میشه دیگه. معلوم میشه 20 سال که یک نفر کار بکنه تمام سرگرمیش کار باشه، حتما یکان چیز جمع کرده. نه، اونقدر خوش ندارم، تفریح نمیکنم. تفریح نمیکنی؟ نه. 20 سالی که کار کردی چطور از پیسه خانه موتری ها را کشیدی؟ نه موتر هم نیست، چیزم روزگار زندگی را چلاندیم دیگه. یعنی کار خوب است؟ آه شکر خداست. شکر. موفق باشی. موفق باشی. خیلی بیم. خب کاکا که در اینجا بود حدودا 20 سال میشه که کار میکنم. مردم میگه اینجا میه. قبلنا اینجا پنجره نبود به نظرم. مردم میامدن بسیار راحت از بغل موانعی که وجود نداشت میرفتند اونجا عکس میگرفتند دیدن میکردند، ولی حال پنجره گرفته شده، یک محیط کلا بسته ساخته. خب بر صورتش هرچند اگر بخوایم روی ازی صحبت داشته باشیم وقت زیادی را هم میگیره و این یک منظره بسیار زیبایی است که به کابل، به شهر کابل یک زیبایی خاص خود بخشیده. هر ازگاهی که در اینجا دوستا هموطنان ما، همشهریان ما میاین، حتما یکان عکس میگیرن، دیدار میکنن از اینجا. در ذهنشان سوالای خلق میشن، ممکن حتما به تاریخ مراجعه کرده باشن، تاریخ خوانده باشن، دیده باشن در مورد ازی که چرا ایره بنا کردن و چرا ای ساخته شده.
بازم تشکر از اینکه گزارش اول ما را دیدین. جهان سپاس از کلگیتون که گزارش ما را تعقیب کردین. منتظر گزارش دومی ما هم باشین تا که یک جای دیگه را براتون به معرفی بگیرم. اونجا هم زیباتر و قشنگتر و قشنگتر است. حالا میریم سراغ استدیوی صبح و زندگی که همکار ما قرار است برنامه ای داشته باشن براتون تقدیم بکنن. تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردین. به خاطر دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر پیوستن همراهی ما سابسکرایب کنید.